آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. خانم امینی، از روزهای گذشته ما پیام‌های زیادی دریافت کردیم در ایران اینترنشنال درباره دغدغه‌های مردم که می‌بینید، علاوه بر اوضاع سخت معیشتی نگران وضعیت سیاسی کشور هم هستند و عمده پیام‌ها روی در واقع تغییر حکومت جمهوری اسلامی هم تاکید داره. نظر شما رو بشنویم درباره شرایط مردم در سال جدید. درود به شما ریحانه جان و همه کسانی که ما رو میبینن در این لحظه. بله، دو وجه داشت بسیاری از سخنانی که شنیدیم. یک وجهش وجه اقتصادی و معیشتی بود که بسیار طبیعیه وقتی که در یک جامعه بیش از نیمی از جمعیت اون جامعه زیر خط فقر زندگی میکنن، بسیار طبیعی هست که غم نان، غم کار و معیشت دغدغه اصلی اونها باشه. و بخش دیگر اون که پیوند خورده به مسائل سیاسی ایران باز طبیعی هست، برای اینکه اگر امیدی به تحول و تغییر باشه قاعدتا در برنامه‌ریزی کلان کشور باید صورت بگیره که امیدی بهش نیست. در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی مثل یک تومور بدخیم هست در اندام ایران که هر اتفاقی از خوشی تا ناخوشی، از مراسم آیینی تا هر اتفاق دیگری برای اون بدن رخ بده، در واقع تحت نفوذ و تسلط اون تومور قرار داره. شادی نیست، عزا نیست، برای اینکه همیشه همزیبا مرگ شده. جمهوری اسلامی در واقع نوای مرگ هست در سرزمین ایران و متاسفانه همونطور که این صداها هم گفته میشه، دنیا به این در واقع تنها راه نجات خود مردم هستن. کسی به از کشورهای غربی انتظار نداره، برای اینکه دارن مماشات میکنن با این حکومت دیکتاتوری که مردم خودش رو به رگبار میبنده، به فلاکت میکشونه. بنابراین بله، این نگرانی بسیار عمیقه و بسیار بجا هست. ما اینجا توصیف میکنیم ولی اون مردم دارن این فلاکت رو زندگی میکنن. و حالا به جز شرایط سختی که مردم دارن تجربه میکنن، تصاویر زیادی هم از گرد همایی ها و پایکوبی های مردم منتشر شده که به استقبال سال جدید میرن، به نظر شما چه اتفاقی، چه عواملی میتونه این روحیه ای امید به تغییر و بهبود شرایط رو در مردم زنده کنه؟ بله، واقعا این جای تقدیر داره، جای تحسین داره. من فیلم هایی رو که از پایکوبی مردم در کوهستان ها و در طبیعت کردستان به طور ویژه یا شمال ایران یا همه جای ایران منتشر می شد، بسیار امیدوار کننده بود، برای اینکه اتفاقا اون مردم هستن که هم راه مبارزه رو بلدن، به موقعش میتونن اعتصاب بکنن، به موقعش میتونن کنار هم قرار بگیرن، هم بستگیشون رو نشون بدن، مقاومت و مبارزه ازشون رو نشون بدن و به موقعش نشون میدن که هویتشون، آیندهشون به امیدی بسته هست که باید کنار هم بمونن و اون رو با شادی، با روشنایی، با امید به بهبود پیش ببرن. و همونطور که گفتم هیچ امیدی غیر از این همبستگی و کنار هم بودن وجود نداره. هیچ نجات دهنده‌ای در خارج از ایران نیست. این مردم هستن که میتونن تأثیر بگذارن. البته که جمهوری اسلامی به خوبی یاد گرفته هر سازمان ماندهی رو، هر تشکیلاتی رو، هر تجمعی رو به هم بزنه و در واقع مجازات براش تعیین بکنه، ولی این تنها راهی هست که ما رو به آینده روشن پیوند میده. این تنها راه نجات و بیرون آوردن این در واقع غده بدخیم در بدن ایران هست. متشکرم از توضیحات شما. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، نروژ.